الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چشمه ها جوشید و جاری گشت دریا در غدیر، باغ عشق و آرزوها شد شکوفا در غدیر. فصل باران بود و رویش فصل سبز و زیستن، خنده گل می کرد بر لبهای صحرا در غدیر. بود پیدا در زلال جاری تکبیرها، بود پیدا در زلال جاری تکبیرها، نقطه پایان عمر تشنگیها در غدیر. جبرئیل آمد که بر لقیا محمد همتا، حکم یزدان است و باید کرد اجرا در غدیر. رفت بالا از جهاز اشتران و خطبه خواند، رفت بالا از جهاز اشتران و خطبه خواند، خطبه شورآفرین و شور افزا در غدیر. تا که بردارد پیمبر پرده از راز بزرگ، کرد بیرون ز آستین دست خدا را در غدیر. عرشیان در اشتیاق خاکند و می سوختند، عرشیان در اشتیاق خاکیان می سوختند، تا علی با دست احمد رفت بالا در غدیر. گفت هر کس را منم مولا، علی مولای اوست. گفت هر کس را منم مولا، علی مولای اوست. کرد گل گل نغمه احمد چه زیبا در غدیر. نخل سرسبز نبوت شد گلارا در غدیر، از فروغ دین تولا و تبرا در غدیر، از فروغ دین تولا و تبرا در غدیر. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری. امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشین. انشاءالله که خداوند در این ایام مبارک همه ما را عاقبت به خیر بکند. و همینطور خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیه درز میکنم عید الله اکبر، عید سعید غدیر را. انشاءالله که قلبهای ما منور بشه به نور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما هم اکنون بیننده برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی یهاد تیوی، از شهر مقدس نجف اشرف، جوار بارگاه ملکوتی آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستین. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین. بازم در یک برنامه دیگر در خدمت کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین آقای مطهری هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستندرکاران شبکه خوب هادی تیوی. تبریک عرض میکنم عید الله الاکبر، عید ولایت و امامت، عید سعید غدیر خم را به محضر یگان وارث و صاحب غدیر حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله علیه و همه مؤمنین شیعیان و رهروان امیر المؤمنین و ولایت مداران آن حضرت، و انشاءالله
از خداوند تبارک و تعالی و آبروی قدیر و امیر المؤمنین و صاحب قدیر میخواهم که به همه ما، همه مؤمنین، جامعه بشری توفیق شناخت قدیر را حقیقتا و عمل به محتوای قدیر و تبلیغ قدیر آنگونه که نبی مکرم اسلام دستور داد که فرمود تبلیغ قدیر واجب است، باید پدران به فرزندان، حاضران به غائبان، مضمون کلام حضرت اینه، تا روز قیامت برساند و انشاءالله همه ما از مبلغین و عاملین به قدیر باشیم. در خدمت شما هست سوزارم از شما جناب استاد. از آنجایی که امروز یعنی امشب شب عید قدیر، شب یک واقعه بزرگ است، ما موضوع برنامه من را اختصاص دادیم به اهمیت قدیر از جایگاه قرآن و روایات. همانطور که میدانیم جناب استاد، روز عید قدیر یک واقعه که تقریبا اکثری از مسلمین و مؤمنین در رابطه با این روز آگاهی کامل دارن و میشناسن که امروز از چه جایگاهی برخوردارن. خوب است از باب یادآوری توضیح اجمالی داشته باشین در رابطه با روز عید قدیر، که این عید قدیر از چه جایگاهی برخوردار است. بفرمایید، در خدمت شما است. ببینید، ما وقایع و حوادث متعدد را در تاریخ بشر میبینیم که به وقوع پیوست است. وقوع حوادث، وقایع و موضوعات مهم گاهن منحصر به اون زمان و مکان خاصش خودش بوده و هیچ گونه پیامد و آثار بیرونی اون گونه ای نداشته، یا نهایتا محدود به یک زمانی اخر چند سال بعد از خودش به فراموشی سپرده شده. گاهی میبینیم که یک سری وقایع و موضوعاتی است که میبینیم دامنه پیامدش، تأثیراتش وسیع‌تر، گسترده‌تر و زمانهای دورتر را از نظر مکانی در واقع وسعت و گستره بیشتری داره و بالاخره اثرات مثبت یا منفی بیشتری در جامعه دارد، ولی بازم محدوده و بعد از مدتی منتهی میشه و از بین میره. اما گاهن برمیخوریم به بعضی موضوعاتی که نه، این خیلی متفاوت تر و خیلی در واقع گسترده تر، عمیق تر و دارای جهات و ابعادی است که محدودی به زمان و مکان، محدودی به جهات خاص نمیشه. نمونش مثل بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یک از اون موضوعاته، با اینکه قبل از 1400 و چند سال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله به پیغمبری مبعوث شد در مکه مکرمه، یک موضوع بود و یک حادثه جدیدی در اون زمان به وقوع پیوست. که نگاه کنیم وقتی تاریخ رو ببینیم، خب دیگه محدودی به اون زمان و مکان و محدودی به جهات خاص نیست، ببینیم گسترده تر، عمیق تر، وسیع تر و دارای جهات مختلفی میشه و میبینیم هرچی زمان دورتر میره میبینیم که صدای این دین رساتر میشه، پیام این دین وسیعتر میشه. کسانی که گرایش به این دین دارن و میبینیم که به این دین و پیروان این دین ملحق میشن بیشتر میشن و هر چه زمان دورتر میره میبینیم که تجلیش، روشنیش در واقع بیشتر میگردد و تأثیر عجیبی به تعبیر دیگر در تاریخ جامعه بشری گذاشت که تا روز قیامت به تعبیر دیگر تا دنیا دنیاست این دین حاکمه. و اینکه ابتدا خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه به عنوان یک فرد از غار حرا به پیغمبری مبعوث میشه و چند نفر محدودی مثل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و خدیجه کبرا علیه السلام اولین کسانی که ایمان میاره، خب کم کم گسترش پیدا میکنه. بعد از 3 سال تقریبا خب پیغمبر شروع میکنه که تبلیغاتش بیشتر میشه، اما خب به جایی میرسد که ما امروز شاهدیم و میبینیم و
هنوزم به اون هدفی که باید برسه و به اون جایگاه و تکاملی که باید برسه نرسیده که در زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه تمام جهان را این دین فرا خواهد گرفت. و نمونه و از مصادیق دیگر این موضوعات مهمی که محدود به زمان و مکان نمیشه و تأثیر خاصی در زندگی انسان‌ها داره قضیه غدیر. ما به در واقع غدیر وقتی دقت کنیم خوب بان که نبی مکرم اسلام در زمان حیاتش و در حجۃ الوداع میبینیم که یک حادثه ای را به امر پروردگار عالم به وجود آورد و آن نسب کردن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و 11 فرزندش بعد از خود به عنوان خلیفه و جانشینه. خب این قضیه منتهی به محدودی به اون زمان نمیشه، محدودی به خود غدیر نمیشه. غدیر چیه؟ حالا همه بینندگان محترم زیاد شنیدن و خواندن و متوجه هم که سرزمین غدیر در بین مکه و مدینه غدیرهای زیاد اونجا وجود داره که غدیر اون جایی که سیلاب ها فرو میرزه اونجا رد میشه و مقدار آب در یک حفره در یک چقوری زمین در یک حفره بزرگ جمع میشه مردم استفاده میکنن که غدیر میگه غدیر یک شب نامه های مختلفی داشتن و یکی از اون غدیرها یا یکی از اون آبگیرها غدیر خمه که نسب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به عنوان خلیفه بعد از پیغمبر همونجا به وقوع پیوسته. ولی این حادثه مربوط به اون مکان نمیشه، محدودی به اون مکان نمیشه فقط که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی ابن ابی طالب را در اونجا سلام الله علیه در اونجا به عنوان وصی و خلیفه و جانشینش قرار داده و نصب کرده. با توجه به خطبه حضرت، با توجه به اون در واقع کارهای مهمی که حضرت در غدیر به وجود آورد، حضرت نبی مکرم اسلام، انسان میبینه که کار خیلی یک برنامه بسیار با دامنه وسیع از نظر در واقع محتوا، از نظر جهات و ابعاد، از نظر زمان و از نظر مکان حضرت میخواست به وجود بیاره. خیلی از ما وقتی که نگاه میکنیم وقت اجمالا از تاریخ غدیر موقعی که بعض علما در صحبتهایشان در سخنرانهایشان چیزهایی گفتند توضیح دادن از غدیر اجمالا چیزی میدانیم، ولی اینو من خیلی واضح و بدون تعارف عرض کنم که بسیاری از ماها، بسیاری از حتی بسیاری از خطبا مبلغین در بحث قضیه غدیر اونطوری که باید کار کرده باشن کار نکردن. شما ریزکاری های پیغمبر رو وقتی در غدیر دقت بکنین، در از وقتی که حضرت حرکت میکنه از مدینه فرمایم سال میرم حج، برین مردم رو خبر کنید میخواییم که دو چیز مانده از احکام میخواییم بیان کنه، یکی مسئله حج، یکی مسئله ولایت و نسب امیر المؤمن علی بن ابی طالب صلوات الله علیه به عنوان خلافته، مسئله خلافت و وصایت بعد از خودش. تاریخ دارد 60,000 یا 70,000 حاجی از مدینه و اطراف مدینه و این سمت با پیغمبر صلی الله علیه و آله حرکت میکنه و سمت حج. حضرت امیر صلوات الله علیه در یمن رفته بود، نبی مکرم اسلام فرستاده بود اونجا به خاطر امور مسلمین و هماهنگی کردن امور مسلمین. یک عده کثیر از حجاج از اونجا با حضرت می آید. وقتی می آید نبی مکرم اسلام سخنرانی های مختلفی قبل از واقعی غدیر در مکه داره، در عرفات داره، در مینا، در مشعر سخنرانی های مختلفی داره، توضیح میده که من امسال در غدیر، در غدیر خم برنامه ای دارم، سخنرانی دارم. به تعبیر دیگر حضرت بیان میکنه که من اونجا میخوام سخنرانی در غدیر داشته باشم. شما دقت کنید ببینید هیچ کسی نمیگه که بره چند تا سخنرانی بکنه که بگه این سخنرانی من مقدمه فلان سخنرانی منه، این خطبه مقدمه فلان خطبه. پیغمبر صلی الله علیه و آله در چندین جا در برنامه حج و در سرزمین مکه سخنرانی هایی را ایراد میکنه و به مردم صریحا بیان میکنه که ما در غدیر سخنرانی دارم. مضمون کلام حضرت اینه. بعد شما دقت کنید هست این کار خیلی کار عجیبی بوده. بعد شما ببینید عده‌ای از حجاج به سمت مصر میرفتن، عده‌ای به سمت جنوب عربستان، سمت یمن برن، عده‌ای زیاده. بین مکه و غدیر خم 260 کیلومتر قریب، حالا چیزی کمتر یا بیشتر فاصله هست.
ببینید پیغمبر گرامی اسلام همه رو از اونجا جمع میکنه، این حجاجی که پیاده با شتر میامد چند روز راه، تقریبا 500 کیلومتر راهشون دور میشه، قریب 500 کیلومتر چیز بیشتر و کمتر راهشون دور میشه، همه رو جمع کرد که همه باید به شمال مکه که سرزمین غدیر باشه بین مکه و مدینه، همه باید به این سمت بیایه. برای چی؟ پس یک امر مهمه. خب 120 هزار نفر رو پیغمبر جمع میکنه، 120 هزار نفر به این 120 هزار نفر جمع کردن و مدیریت خب خیلی مهمه. آیا پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه به عنوان پیغمبر مسلمه، به عنوان پیغمبر آخر الزمان، به عنوان خاتم الانبیا، به عنوان معلم جامعه بشریت میگه چیکار بکنن؟ این چندین تا برنامه رو در مدینه اجرا کرده، این همه تبلیغ قبل از برنامه حج در جاهای مختلف که آی مردم امسال پیغمبر آخرین حجشه میخواد بره حج، دو تا از برنامه های اسلام مانده، دو تا از مسائل مهم مانده، پیغمبر میخواد اعلام کنه برای مردم برسونه، چرا در مکه اعلام نمیکنه؟ خود دقت کنید وقتی جا میخواد اینو بگه، یک از درس هایی که به ما میده اینه که انسان برای رسیدن به هدف نیاز به تغییر مکان و زمان داره. زمان بله. میخواد به هدف برسه، تبدیل مکان به یک مکان دیگر، تغییر مکان به یک مکان دیگر، نه به تغییر زمان. خب چرا در خود مکه که همه جمع بودن پیغمبر این عمل اجرا نمیکنه؟ اجرا نکرد. خب میخواد پیغمبر خب یک کار مهم و اساسی رو انجام بده که در اذهان همه مردم بماند، دارای مقدمات خاص خودش باشه. دارای مقدمات یا دارای ویژگی های منحصر به خودش باشه از نظر تشریفات و به تعبیر امروز دم و دستگاه اینا. بله. لذا میبینیم که نبی مکرم اسلام ببینم به دستور پروردگار عالم، خب ما در خطبه های حضرت داریم که خب جبرئیل میه سه بار به پیغمبر گرامی اسلام دستور میده، قبلا همه جا مشخص شده و خدا مشخص کرده. بله. این توی تصادفی نبوده که پیغمبر خب بیای سمت از مکه بیای سمت مدینه، یک بار رسید وسط صحرا جبرئیل آمد که همینجا اعلام کنن، جمع کرد چند نفر اعلام کرد تمام شد. نه، پیغمبر برای ابلاغ قدیر کل بالاخره برنامه چیدن. بعد از قبل از حج و بعد در ضمن حج اینا تو این 120 هزار حاجی را میاره در یک جای در صحرا به مدت سه شبانه روز مقیم میکنه. بله. و در اونجا در واقع ریزکارهایش در تاریخ بیان شده که شاید مجالی نباشه که اگر بخوایم فقط راجع به همین مقدمه خطبه پیغمبر در قدری بخوایم صحبت کنیم، ساعتها بحث دارن. بله. ساعتها زمان میبرن که پیغمبر گرامی اسلام مردم جمع میکنه و چگونه در چه جایگاهی که کسی چند تا درخت اونجا کنار حوض بوده، مردم را اجازه نمیده، همه در صحرا باید خیمه بزنن، اینها زیر خیمه را به سلمان و مقداد و ابوذر اینا دستور میده که اینجا منبر از سنگ درست کنن، روی اون منبرم بعد جهاز شتران را میگذاره. خب میخواه یک قضیه مهم را به وجود بیاره و این قضیه غدیر با توجه به مقدماتش، با توجه به تأکیداتی که پیغمبر گرامی اسلام داشت، با توجه به برنامه های ویژه و منحصر به فردی که پیغمبر گرامی اسلام از نظر تشریفات برای برنامه غدیر میچینه، میشه یک برنامه استثنایی باید پیغمبر داشته باشه که این برنامه غدیر یا نسب ولایت علی بن ابی طالب، نسب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به عنوان ولی، به عنوان خلیفه بعد از خودش، دارای جهات و ابعاد مختلفیه و اینکه محدود به زمان و مکان خاص هم نیست که انشالله اینو توضیح خواهیم داد خدمت شما. سپاسگزاری میکنم شما جناب استاد. واقعا باید یک امر مهم باشه که خاتم انبیا هیچ وقت یک کاری بیهوده و له و لعب نمیکنه که بله که مثلا اشخاص جمع بکنه توی گرما و یک خلاصه اذیت بکنه و یک چیزی که مثلا مهم نباشه رو بخواد بیان بکنه. قطعا یک امر خیلی مهمیه که ما هنوزم شاید خوب پی نبردیم، مطلب خوب درک نکردیم که انشاءالله باید خوب فکر بکنیم و تتبه و تفکر بکنیم تا بیشتر متوجه بشیم که این عید غدیر از چه اهمیتی برخورداره. که انشاءالله برنامه ما همینجا یک وقفه کوتاه داره، انشاءالله بعد از وقفه با ادامه بحثمان در خدمت عزیزان خواهیم بود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و ائمة المعصومين عليهم السلام. شکر و سپاس خداوندی را که چشم بندگان رستگار خیش را به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت روشنا بخشید
و روز واقعی پرشکوه غدیر خم را عید مؤمنان قرار داد. فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید تکمیل دین مبین اسلام، عید اعطای بهجت و سکینه الهی به دلهای مؤمنان ولایت مدار و عید تابش نور ولایت بر دلهای پاک بر رهروان ایمان و حق جویی خجسته با. ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام درخت طوباست که ریشه در بوستان وحی دارد و شاخ و برگش در دل حق جویان گسترده است. ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام حصن حسین و دژ استواری است که پناه برندگان به آن از سیلاب حوادث و گمراهی در امانند. غدیر ریشه تمام فضیلت ها، شرافت ها، ارزش ها و به تکامل رسیدن هاست. غدیر سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده خم به جام محبت دوستداران پیغمبر و خاندانش جاری است. غدیر تداوم رسالت محمد در ولایت علی است. غدیر دریایی از باور و بصیرت در کویر حیرت و هامون زلالت است تا کام جانها از آن سیراب شود. زمین ظلمانی بود، ماه و خورشید بر فراز منبر ایستادند و ستارگان را فرا خواندند تا بر تاریخ نور افشانی کنند و قصه ولایت را بازگو نمایند. بر فراز منبری از نور، دستان علی در دستان مبارک پیغمبر بالا رفت و ندای آسمانی رسول مهربانی ها بلند شد: من كنت مولاه فهذا علی مولا. هن ای مردمان بدانی هر کس که من مولای اویم این علی مولای اوست. عید غدیر روز شکرگزاری از اتمام ولایت و اکمال دین است. به شکرانه این عید بر پیامبر خدا و اهل بیت طاهرینش درود می فرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداریم. خب جناب استاد، توضیح نهایت فرمودید درباره عید غدیر و روز عید غدیر. همانطور که ما میدانیم بزرگترین منبع ما مسلمان ها قرآنه، قرآن از این شأنه و بعد از قرآن روایات و احادیث اهل البیت علیهم السلام. خوب است برای ما از قرآن و از احادیث اهل البیت علیهم السلام درباره عید غدیر بیان عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید، قبل از اینکه به جواب شما بپردازم، در تکمیل سوال اول در ادامه جواب تبلیغ نکات را خیلی خلاصه عرض کنم. عرض شد که نبی مکرم اسلام با یک تشریفات خاصی برنامه را اجرا بکنه. بله. خب سه شبانه روز پیغمبر اینجا مردم معطل نگه می‌داره. بعد اون روز اول که میای برنامه را اجرا کرد و اینها خود بر درست کرد و منبر درست شد، نماز خوانده شد، پیغمبر خطبه مفصل بیان میکنه که ان شاء الله بعد از فرازهای خطبه خواهیم خوان. بعد نبی مکرم اسلام دستور میده که مردم بیای، بین اکتفا نمیکنه، مفصل عمل بعد میگه مردم باید بیای با علی بن ابی طالب بیعت کنه صلوات الله علیه. شما ببینید 120 هزار نفر بخواد بیعت کنه چقدر زمان میبره؟ تک تک 120 هزار نفر و
خطبه بیعت کنه. بعد جالب اینجاست که پیغمبر گرامی اسلام میگه بعد از اینکه خطبه رو خوان فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، حضرت در اونجا بعد دستور داد به بلال، دستور داد به ایشان و چند نفر دیگه، صدای بلندی داشت، برین بین مردم جار بزنید و این شعار را تکرار کنید که این من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا چقدر تکرار کردن؟ 3 روز از وقتی که پیغمبر خطبه را خواند و امیر المؤمنین را به عنوان خلیفه‌اش نصب کرد، پس بعد 3 روز به اینا دستور دادن که برین در بین مردم، بله همین صدا رو تبر دستشون بده، بعد چه شعار رو بین مردم زمزمه میکردن، اعلام میکردن. شما ببینید 3 شبانه رو 120,000 نفر بخوای با یک نفر دست بده چقدر زمان میبره؟ بعد بیایم بگیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز عید قدیر خون فرمود که هر کس من دوست داشته باشه علی را دوست داشته باشه، یعنی فقط برای دوست داشتن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 120,000 حاجی را در هوای گرم به مدت 3 روز نگه داره، بعدم عده کثیر از حجاج که از سمت کشورهای جنوبی و مثلا غربی مثل حبشه و مصر و یمن و کشورهای دیگه بودن، و اینها رو 500 کیلومتر بیشتر راهشو با پای شتور و اسب دور کنه، بیاره در اینجا اعلام کنه که هر کس علی رو دوست داره، من رو دوست داره، علی رو باید دوست داشته باشه. گاهی بعضی حرفا خیلی، یعنی اصلا آدم میمونه هیچ جواب نداره به تعبیر دیگر. و به هر حال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یکی از حوادث را که در واقع به امر پروردگار عالم به وجود آمد و در صفحه تاریخ جامعه بشری تا روز قیامت ثبت شد و ثبت گردید، مسئله و موضوع یا حادثه غدیره که پیامد عجیبی داره که الان ان شاء الله در ادامه چیز شما پرسیدین خدمت شما عرض کنم، و از موضوعات بسیار مهم و اساسی بوده به گونه ای که جبرائیل 3 بار پیغمبر گرامی اسلام از طرف خداوند دستور میاره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی مکرم اسلام در صلی الله علیه و آله در خطبه غدیریه اونجا میفرماید که 3 بار جبرائیل بر من نازل شد که خداوند میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ببینید پیغمبر با اون عظمت چیکار میکنه؟ تعلل میکنه، مگه من خواستم که من عفو کنید، از خدا خواستم که، به جبرائیل گفتم که برو از خدا بخواه که من از ابلاغ این موضوع و بیان من عفو کنید. آخر میگه وقتی چی شد، دفعه سوم جبرائیل میه از طرف خداوند تهدید میاره، پیغمبر کیه؟ رحمت للعالمین و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیغمبر کیه؟ و انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر کیه؟ کسی که عالم به یمن وجود او خلق شده. پیغمبر کیه؟ کسی که انبیای الهی همه آمدن مقدمه وجود پیغمبر و رسالت پیغمبر خاتمه. پیغمبر کسی که خدا در قرآن بارها او را دلداری میده زیاد برای این مردم غصه نخور، لعلک باخع اون نفسک، شاید جان بده. پیغمبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقات عالمه از طرف پروردگار عالم مولای تهدید قرار میگیره و این لم تفعل فما بلغت رسالت. 3 بار بیان میکنه همین بخش آیه را فقط، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. هر 3 بار پیغمبر گرامی اسلام به جبرائیل میفرماید که جبرائیل برو به خدا بگو من ببخش، من عفو کنم، من این کار به تعبیر دیگر این کار نمیتونم. بعد حضرت خودش در خطبه بیان میکنه به خاطر کثرت منافقینی که اطراف من هست من میترسم، نمیشه. یک چیز خیلی مفصلیه که من الان مجالش نیست و جایگاهش نیست که من اینجا عرض کنم این رو که چرا پیغمبر میترسید، از چی میترسید، و خیلی مفصله. همون برنامه‌ای که پیغمبر قبل از غدیر برای غدیر چیده بود، در واقع دشمنان پیغمبر هم برنامه‌ای چیده بود، یک چیز مفصلی. بعد جبرائیل میاد دفعه بعد میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدا میفرماید اگر آنچه که در حق علی بن ابی طالب نازل که پیغمبر میفرماید که جبرائیل آمد، اونچه که در حق علی برای ما آورده که مراد پیغمبر تصریح میکنه که مراد خلافته، آنچه که به تو ابلاغ شده اگر بیان نکنی فما بلغت رسالته، رسالت خدا را که رسالتی که از طرف خدا داری انجام ندادی، مسئولیتی که داری انجام نه، به تعبیر دیگر رسالتت باطله. همونطوری که هم در این خطبه حضرت اشاره میکنه، در روایت دیگری نبی مکرم اسلام به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه ما تصریح میکنه که یا علی اگر من خلافت تو را ابلاغ نمیکردم رسالتم باطل بود. فا این لم تفعل فما بلغت رسالته و این لم تفعل فما بلغت رسالته.
بعد میگه نبی مکرم اسلام عرض میکنه خدایا خب باش من این کار میکنم، حالا چیکار کنم؟ این همه منافقینی که اطراف منه، دشمنانی که اطراف منه. می خداوند میفرماید والله یعصمک من الناس. وقتی عصمت رو میاره، تضمین رو از طرف خدا میاره، پیغمبر این کار رو چین انجام میده. شما ببینید این بگونه ای که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله ابلاغ خلافت علی بن ابی طالب کرد که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بعد از من وصی و خلیفه و جانشین من هست. و ما خب تاریخ قشنگ بخوانیم، گاهی بررسی کنیم، اینطوری نبوده که پیغمبر اسلام بشه دست علی بن ابی طالب رو با یک دست بگیره بالا تمام. بله اونجا هست که وقتی خود امیرالمومنین صلوات الله علیه یک پله پایین تر از نبی مکرم اسلام استاد، به گونه ای که مایل به پیغمبر بود، یعنی پشت به پیغمبر نشه، پیغمبر پله بالاتر منبر، وقتی میگه شروع کرد پیغمبر خطبه را خواند، امیرالمومنین هم اونجا استاد بود که خود اینا استثناءات این خطبه است که به تعبیر دیگر مردم دو نفر بالای منبر همزمان ندیده بودن و چیز عجیبی هم هست، یک نفر بیشتر نیست، ولی پیغمبر وقتی خود را میخوان حضرت امیر رو در کنارش استاد کرده بود. پیغمبر با دو دستش علی بن ابی طالب را بلند کرد، با دو دستش به گونه ای بلند کرد که زیر بغلای پیغمبر و حضرت امیر صلوات الله علیهما آشکار شد. میگه خیلی با خستگی زیاد حضرت بلند میکنم با کل زور و قدرتش. بعد میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا. میگه دوباره حضرت علی رو میگذاره زمین، به گونه ای که پاهای حضرت زمین از زمین، حضرت امیر از زمین کنده میشه. اینطوری تاریخ اینو دارم که با اون ویژگی ها و خصوصیات وقتی حضرت با این همه ترس و وحشت و استراب بعد از تضمینی که خدا میده مسئله خلافت رو ابلاغ میکنه، همون آن فورا پیغمبر در ضمن کلماتش میگه تا چی کردن جبرئیل نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، آیه را از طرف خداوند آورد که خداوند میفرماید امروز دین شما رو کامل کردم، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی آن چی که به تعبیر دیگر در خزانه این من خدا برای بشریت و مردم و مؤمنین در نظر گرفته شده بود به شما تمام کرد. تمام کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و دین اسلام را من برای شما انتخاب کردم، پسندیدم و راضی شدم که این دین دین شما باشه. و رضیت لکم الاسلام دینا. لذا با توجه خب نبی مکرم اسلام با آیات متعدد استناد در این خطبه بیش از 100 تا آیه را قبل نبی مکرم اسلام یا کامل یا در ضمن یا مستقل و کامل یا در ضمن جملات دیگر یا بعض از قسمت های آیه را چی حضرت میخونه برای مردم. لذا محکم کاری عجیب، چون موضوع بسیار مهم، دامنه‌دار، وسیع، گسترده و دارای جهات مختلف، ابعاد مختلف، با اون همه فشاری که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله متقبل و متحمل میشه، مسئله قدیر ابلاغ میکنه و تا ابلاغ میکنه خداوند کریم میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، حالا کار تمام شد به تعبیر دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مهمترین نکتهش اینجاست که اهمیتش رو در قرآن بفهمیم که پیغمبر با اون عظمت مورد تهدید خدا قرار میگیره. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این همه زحمت کشیدی 23 سال زحمت کشیدی، قریب 23 سال همش مهر قبولیش تأییدش به همینه که ابلاغ ولایت کن و الا رسالتت باطل میشه. و این جایگاه غدیر را، عظمت غدیر را، اهمیت غدیر را، حساس بودن مسئله غدیر را برای ما در قرآن واضح میکنه. و همچنین روایات دیگری داریم، روایات زیادی هم در رابطه با غدیر از زبان ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین که این روز بسیار عجیبه، عید الله الاکبر و روزی است که از مهمترین اعیاد شمرده شده، چهار تا عید داریم و مهمترینش عید سعید غدیر خمه و در روایت اطعام چقدر ثواب داره، در روایتی که همه انبیاء عید گرفتن این روز را روایت داریم و در آسمان ها مشهورتر از زمینه و هیچ پیغمبری نبوده مگر این که این روز را عید گرفته باشه، و روایت زیادی داریم که ظاهرا مجالی برای برنامه ما نیست که ما همه اینا را خدمت بینندگان محترم توضیح بدیم. و خوبه ما نکته را عرض کنم که بینندگان محترم را به خودم را و همه دوستان را توصیه میکنم که یک سری بریم به خطبه غدیر بزنیم بخوانیم. تنها خودی خواندن خطبه شرحش کافی نیست، اول باید
مقدمات و مؤخراتش رو و حواشی که پیغمبر برای این خطبه زمینه سازی کرده و در نظر گرفته و کامل کرده، این رو بخونیم تا بعد خطبه رو بفهمیم که اونجا تمام کلمات پیغمبر جاهاش مشخص میشه. چطور؟ مثلا یک بار یک نفر میره یک سخنرانی میکنه، خب فرق تو رئیس جمهوری میگه خب حالا فلان چیز گفت، یک بار نمیره شرایط بیان میکنه که در شرایطی فلان مثلا در شرایط سخت اقتصادی و امنیتی و فلان بحران و چی و چی و چی اینطوری در فلان جا با اون وضعیت فلانی این کلمات رو گفت که اونجا این کلمات همه حساب شده مثل تیر، هر کدوم به یک هدف میره، به یک نشانه ای میخوره. ما به خاطر اینکه خطبه پیغمبر رو بفهمیم، خطبه قدریه رو خوب درک کنیم، اول باید بریم ما حواشی این خطبه رو، مقدمات این خطبه رو، کارهای پیغمبر رو، کارهایی که پیغمبر در زمین در خود سرزمین قدیر به وجود آورد قبل از قدیر، ما اینها رو خوب بخونیم، خوب بررسی کنیم، تاریخ مطالعه کنیم تا بعد خطبه پیغمبر رو بفهمیم. حتی تنها خواندن شرح کلمات پیغمبر برای فهم قدیر کافی نیست. بله 100%، چون وقتی ما ندانیم که پیغمبر برای قدیر چه آمادگی هایی گرفته بود، ما هرگز خطبه رو نمیفهمیم اونطور که حقشه. بله شرح کلمات چیزایی میفهمیم، ولی اینکه مقصود پیغمبر، مرام پیغمبر چی بوده، از این کلمه مراد چی بوده، چرا اونجا به ائمه باطل اشاره کرده، چرا اونجا مثلا به ائمه بعد از خودش اینطوری اشاره کرده، چرا به قرآن اشاره کرده، چطور به مهدویت اشاره کرده، ما اینا رو متوجه نمیشیم مگر اینکه مقدمات قدیر رو، مؤخرات قدیر رو، حواشی که در ضمن برنامه‌های قدیر وجود داشت، در ضمن انجام دادن برنامه‌های قدیر در سرزمین قدیر، امثال بیعت و اینها، ریزکاری‌های پیغمبر رو ببینیم، بعد می‌فهمیم از خطبه قدیر یک سری چیزهایی که باید ان شاء الله خودمان و به فرزندانمان، به جامعه ما، به جوانان ما ان شاء الله گوش دار. ان شاء الله الهی امین، ان شاء الله خدا این توفیق را برای همه ما عنایت بفرماید. یک وقفه کوتاه داریم عزیزان، بعد از وقفه ان شاء الله در خدمت شما خوبان خواهیم بود. مسافران یک به یک به میادگاه عشق نزدیک می شوند و آنگاه فرمانی از سوی قادر متعال نازل می گردد و پیامبر رحمت صلوات الله علیه بر تمامی اهل زمین مجتمع دهد. دستان با صلابت علی علیه السلام را بر فراز آسمان بلند می کند و نوری عظیم این کره خاکی را فرا می گیرد. مژده باد بر اهل زمین، مژده باد بر اهل آسمان ها. علی علیه السلام این یک کتاز مردانگی و عدالت، این مظهر شجاعت و صلابت بر تخت امیری مؤمنان خواهد نشست. او زمین را از عدل پر خواهد کرد و عشق الهی را در دلهای مؤمنان جای خواهد داد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه فرمود: من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای او بودم علی مولای اوست. مردم، این آخرین ودیعتی است که عشق بر شانه‌های خسته ولی صبور من گذاشته. مژده می دهم شما را به پیوند خدا و ملکوت با زمین، به پیوند بی وقفه نور و رنگین کمان. بخند علی، تو ادامه همه دلتنگی های من و هرا هستی، تو من هستی و من تو. بخند علی و دستی را که بالا می برم ایستاده نگهدار، تا تاریخ زیر سایه آن بخندد، تا فردا از سرانگشت های تو اجازه ورود بگیرد، تا عشق حق داشته باشد از این همه باران بی وقفه‌ای که بر این دلهای خسته باریدیم بگوید. و این گونه بود که خاکیان با نور پیمان بستند و دستان خود را به سوی او بلند کردند در روزی که خداوند آن را بزرگ داشته و ملائک در آسمان ها به جشن و سرور پرداختند. علی امام اول شیعیان، امیر مؤمنان، جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد.
در سرزمینی که قدیر نام داشت و قدیر در روزی که بوسه بر قدمهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام میزد شاهد بزرگترین و عظیمترین حادثه تاریخ بود و اینگونه بود که قدیر میعادگاه عشق نام گرفت و علی علیه السلام به سوی مسلمین دست بیعت بلند کرد. بگذار سکوت علی پایانی باشد بر همه زخمهای تاریخ، اما فریاد آسمان از همین دقایق جاری برمیخیزد. لبخند بزن علی. سلام مجدد داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم خوب است پول ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری میباشد مثبت 964-780-255-4013. عزیزان سوالاتی دارن و یا پیشنهاد دارن حتما برای ما ارائه بفرماین و ما انشاءالله عزیزان ما هستن که به سوالات دوستان و عزیزان پاسخگو هستند. خب جناب استاد، در رابطه با اهمیت قدیر در قرآن و روایات بیان فرمودید، استفاده کردیم. خوب است درباره سند قدیر برای ما بیان بفرمایید. آیا سند قدیر اختصاص داره تنها به شیعیان یا در کتب اهل سنت هم، یعنی از طرف اهل سنت هم هستن راویانی که نقل کرده باشه این حدیث قدیر را؟ در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در رابطه با سند و راویان خطبه قدیر، آقای سید عبدالعزیز طباطبایی کتابی داره اونجا، کتاب کوچیکی در رابطه با سند و راویان خطبه قدیر. بله. که ایشان فرماید که راویان خطبه قدیر کثیرون فی الغایت و قلیلون فی الغایت، چیز متضاد که در نهایت کثرت و در نهایت قلت. قلت از آنجایی که 120 هزار حاجی شاهد بودن. بله. بعدش امرت بنا به دستور پیغمبر رفتن جاهای نفل کردن جای خودشان، 120 هزار نفر. بله. و قلیلون فی الغایه که عده کثیری انکار کردن و یک خیلی کم موندن. از جهت سند خطبه قدیر، خطبه قدیر از طریق سه نفر معروف و مشهوری که بیشتر به ما رسیده، یکی آقای امام باقر علیه السلام. خب این که آقای امام باقر خوب نبود در قدیر، ولی خب این اعتقادیم که امام علم غیب داره و از نعمت علم غیب برخوردار و همه چیز رو میدونه، حضرت همه رو کلمه به کلمه بیان میکنه که در قدیر چنین شد چنین شد، پیغمبر چنین گفت گفت تا آخر. یکم حذیفه یمانی که در مدائن در کنار قبر سلمان فارسی یا سلمان محمدی دفنه، که ایشان از خواص بوده، متدین، مؤمن، معتقد، و یکی هم زید ابن ارقم که از بالاخره خودش از اهل سنت بوده. زید ابن ارقم یکی از کسانیه که خطبه قدیر رو دقیق نقل کرده. جالبی کارم اینجا سال اینم بگم اشکال نداره، ایشان یکی از کسانی که این خطبه رو نقل کرده و در تاریخ از ایشان ضبط و ثبت شده در کنار حذیفه یمانی، در کنار آقای امام باقر علیه السلام. حضرت امین علیه السلام در مسجد کوفه روز چند نفر، 10 نفر از اصحاب پیغمبر نشسته بود اونجا، مردم بودن، حضرت بعضی میگه مردم جمع کرد حضرت امین صلوات الله علیه، این 10 نفر از اصحاب پیغمبر و در قدیر حاضر بودن، بودن چی شهادت بدیم که از آخرن از زید ابن ارقم اول میخواهد. ولی خب بشون من پیر شدم یا امیرالمومنین اینا، که بعدم حضرت نفرینش میکنه که اگر اون چه که میگه راست میگی بلای خدا بر تو نازل کنه که دیگه درمان نداشته باشه. زید ابن ارقم یکی از راویان خطبه ایشه قدیر. اما راویان زیاد در رابطه با خطبه قدیر داریم که سه تا آقای امام باقر علیه السلام، حذیفه یمانی و زید ابن ارقم معروف. سپاسگزارم از شما جناب استاد. همونطور که بیان فرمودید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه داشت از طرف خداوند تا این امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان ولی و به عنوان جانشین خود تعیین بکنه و مشخص بکنه برای مؤمنین، و حاجی ها را جمع کرده و زحمت داده بودند که این امر مهم را برای اینا بیان بکنه. خب در اون روز قدیر پیامبر اکرم خطبه ای را فرمود. در این خطبه خود توجه خاصی حضرت به چه چیزهایی بود؟ یعنی به چه چیزی توجه خاصی داشت؟
ببینید خطبه حضرت رو اگر از اول تا آخر به شکل عادی اینطوری بخونیم یک ساعت تمام طول میکشه. یک ساعت پیغمبر یک ساعت برای مردم حرف زد، صحبت کرد. و از طرف هم دقت کنید که ما در قرآن میخوایم که پیغمبر و ما ينطق عن الهوى، از خود چیزی نمیگه، این هو الا وحی یوحى. پیغمبر گرامی اسلام اول به حمد و ثنای خاص شروع کرد صحبت کردن و میفرماید الحمدلله الذي علا في توحده و دنا في تفرده، با این جملات بسیار عجیب. حالا بذار این نکته رو بگم، یک از علما صحبت میکرد که در محضر یک از مراجع بودیم، گفت که فلانی فلان عالم در رابطه با خطبه غدیر راجع بسند شک داره. بعد می اون مرجع صحبت کرد، گفت بیا همین هر کس آمد همین دو تا جمله اول حضرت را که راجع به توصیف پروردگار عالم میفرماید که علا فی توحده و دنا فی تفرده، همین دو تا رو ترجمه کنه، ترجمه درست بکنه، بعد ما میشیم راجع به او به سند خطبه غدیر بحث میکنیم. در حالی که چنین جملات و کلمات غیر از معصوم غیر ممکنه صادر شه، همون طوری که در رابطه با سند دعای کمی نه یک ده بزرگان حرف شمینه که ولو سندی درستی هم نداشته باشه به نظر بعضی ها، ولی با این عظمت و با این محتوا و بزرگی چنین جملات از غیر معصوم صادر نمیشه، صادر نمیشه. بذار اینجا همین دو تا جمله اول کسی بیای ترجمه کنه، ما بالاخره ما این راجع به سندش باش حرف میزنیم. حضرت در اول میایم در بحث حمد و ثنای پروردگار عالم، در واقع حضرت اصرار روی این داره که من معتقد به خدایم، معتقد به پیغمبران الهیم، معتقد به در واقع توحید پروردگار عالم، مثل مسیحیت امروز که مثلا پسر و پدر و روح القدس چنین چیزهایی نیست، اینا خودش رو به عنوان عبد خالص و مطیع پروردگار عالم معرفی میکنه. یک بخش دوم را حضرت در بیان فرمان الهی اختصاص میده که حضرت اینجا بعد از اینکه میگه من خودم را من اقرار میکنم که من عبد پروردگار عالمم و اشهد له بالربوبیه الی آخر، بعد میفرماید که لا اله الا هو لانه قد اعلمني انی ان لم ابلغ ما ان ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته. می خداوند به ما گفته، من آگاه کرده، قد اعلمنی، من آگاه کرده که اگر آنچه که به من نازل کرده در حق علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ابلاغ نکنم رسالتش رو انجام ندادم. بعد میفرماید که و قدمنا لی تبارک و تعالی العصمه، خودم گفتم تو ابلاغ کن، من خودم این کار میکنم، من تو رو نگه میدارم، والله یعصمک من الناس. بعد میفرماید فاوحا الی، پیغمبر میفرماید که به من وحی کرد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد اینی که میگه پیغمبر یک جمله معترضه میگه فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، این کلمات خود حضرت. بعد میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد حضرت اینجا خودش اصرار میکنه که سه بار معاشر الناس، من در این کوتاهی نکردم در چیزی که خداوند بر من دستور داده، من همه اینها را آنجه که خدا به من به عنوان نبی و به عنوان رسولش فرستاده برای مردم ابلاغ کردم. بعد میگه که و انا ابین لکم سبب هذه الايه، من سبب این آیه بیان میکنم که جبرئیل بر من سه بار نازل شد یامرنی عن السلام ربی و هو السلام ان اقوم في هذا المشهد، که من در بین این چی استاد بشم، بین دمی سرزمین غدیر خم استاد شم، توقف کنم. فاعلمه، اینجاش مهمه، کل ابیض و اسود، هر سیاه و سفید را آگاه کنم، بله. و ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام من بعد الذي محله محله مني محل هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. بعد حضرت میفرماید که در این قسمت دو من خلاصش بگم، حضرت اصرار و تأکیدش روی اینه که تا روز قیامت علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش چیه؟ 11 فرزندش امامان بعد از منه، روی این اصرار میکنه که غیر از این قابل قبول نیست و تمام شرط قبولی اعمال مردم هم بستگی به همی داره. اینا نه قابل تبدیله، نه قابل تعویزه، نه قابل مشارکته، نه قابل چیه؟ خدمت شما عرض کنیم ای که به این کسی دیگر در جایش قرار بدیم. اینها تا روز قیامت بر تمام امور مردم حاکم و اولای از مردم به نفسشان. بعد در فراز دیگر از اینجا حضرت میفرماید که مردم بدانید خدا اولای به شماست، بعد از خدا منم، بعد از منم علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش یا ائمه بعد از اون. حلال نیست آنچه خدا حلال کرده و من و آنها، و حرام نمیشه آنچه خدا حرام کرده و من حرام کردم و اینها حرام کنن.
به تعبیری دیگر تمام ولایت اهل بیت علیهم السلام در اعلام میکنه که عین ولایت خدا و ولایت پیغمبره، که در واقع توجه حضرت در بیشتری از مقاطع این خطبه به همینه که بعد از من علی بن ابی طالب و 11 فرزندش تا روز قیامت حاکمه. این قابل تغییر و تعویل نیست. سپاسگزارم جناب استاد. از اونجایی که وقت برنامه ما خیلی محدوده و کم مانده، خوب است درباره محتوا و پیام قدر چند دقیقه، یعنی در حد یک دقیقه دو دقیقه بیان بفرمایید که چی پیامی برای ما داره. متاسفانه چون وقت نداریم باید راجع به این خطبه بیشتر بعضی مطالب رو بیان می‌کردیم، که حضرت به چند چیز مهمی توجه داشت، که آخرش هم راجع به حضرت حجه صلوات الله علیه در رابطه با قرآن حضرت توصیه داره که مردم به قرآن تدبر و تفکر کنید، فقط خواندن نباشه، به محکماتش نگاه کنید، به متشابهات کار نداشته باشین. اینها اینا رو حضرت همه توضیح میده. محتوای قدیر همونطوری که عرض کردم در واقع محتوای قدیر یعنی محتوای خطبه قدیر، خطبه قدیر همون ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، در واقع تحکیم اساس اسلام و بیان روح و حقیقت اسلام و شرط قبول اعمال که ولایت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، و پیام قدیر هم واضحه. اگه بخوایم در یک جمله بیان کنیم، پیام قدیر شناخت حق، شناخت حق، چون روایت داریم که علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق حیث ما دار علی، یا بعد جا آمده یدور حیث ما دار، که حق بر محور وجود علی میشه. شناخت حق، عمل به حق، ماندن به پای قدیر، شناخت محتوای قدیر یعنی حق، ماندن و عمل کردن و ثبات قدم، این هزینه داره و داشته. و سوم تبلیغ حق، بیان حق و رساندن حق. چهارم دفاع از حق. این چهار تا نکته مهمترین پیام قدیره. شناخت حق، بله، عملی به حق، بیان و ابلاغ حق برای دیگران. همونطور که در قدیر امر کردن که پدران تا روز قیامت باید به فرزندانش برسانه، همچنین در جایی که لازم میشه دفاع از حق، بله، که ما نمونه های این را در تاریخ هم داریم که چه کسانی ثابت قدم ماندن بر این مکتب و بر این دستوری پروردگار عالم و بیانی که نبی مکرم اسلام داد، و چه کسانی هم لغزیدن و لرزیدن. ولی ازا این خلاصش همینه، که اگه بخوایم حسب وقتی که شما گفتین وقت نداریم حالا، و الا خب جا داشت که و جا دارد که در رابطه با خطبه قدیر و محتوای آن بحث مفصلی صورت بگیرن. و بازم آخر برای آخرین کلمات توصیه میکنم به بینندگان محترم که این قدر که میشنون چه از رسانه ها چه در مجالس، در حد اکتفا نکنن. بعد و حیفه به عنوان مؤمن و شیعه علی بن ابی طالب صلوات الله علیه این همه زحمتی که پیغمبر کشیده، خصوصا برای قدیر، بریم حداقل راجع به قدیر مطالعات بکنیم، کتابای خوبی نوشته شده که بریم این کتابات در رابطه با قدیر، کتابها در رابطه با قدیر بخونیم. سپاسگزارم از شما جناب استاد، واقعا استفاده کردیم. ان شاء الله که خداوند توفیق بده به ما تا از این روز خوب استفاده بکنیم، همونطور که در این روز درهای رحمت خداوند، درهای نعمت خداوند بر روی ما بازه. چقدر خوبه که ما در این روز خلاصه رأس همه حاجات و همه آرزوهای خودمان از خداوند متعال تقاضا بکنیم، فرج آقای امام زمان علیه السلام را. انشاءالله در این روز فرج آقای امام زمان را فراموش نکنیم و رأس دعاهایمان فرج حضرت امام زمان علیه السلام باشد. همینجا برنامه ما به پایان میرسد عزیزان. انشاءالله تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار شما.